این ما اصلا تشیع رو در دو پرچم خلاصه میکنیم، اون پرچم سرخ ابو عبدالله و پرچم سبز ظهور. تو سوره جمعه خیلی زیبا میگه دلیل عدم ظهور امام زمان چیه، میگه فاذا راوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما. میگه آخه دعا ذات مردم این میشه که یا دارن پول در میارن یا اون پولو دارن خرج لهو لعب میکنن. خرج لهو لعب یعنی چی؟ نه خرج غذا خوردنش و زندگی کردنش و درست زیستنش، نه، خرج فلان سفر حرامش، خرج فلان مهمانی حرامش، خرج فلان ماشینی که بخره عمدن جلو چش مردمی که ندارن پوز بده بره بیاد. فاذا راوا تجارتا او لهوا، چون اینا تا تجارت نه یا لهو لعب انفضوا الیها، میرن عمر و ترکوک و تو را ترک میکنن قائما، و تو قائم موندی تنها ایستاده برای قیام، شمشیر و یراق آماده ایستادی اما کسی نمیاد با کار. این سوره رو کی میخونی؟ روز جمعه. کسی هم از خودش نمیپرسه که چرا این سوره رو بر روز جمعه بخونه، تو نماز جمعه هم میخونی، تو صبح بلند شدی ندبه کردی که اون روز روز ظهور باشه، خدا قشنگ برات اومد چیکار کرد؟ آسیب شناسی کرد که دلیل عدم ظهور چی بوده، گفت به خاطر اینکه یا حواستون به آخر دنیاه که از این ور حرام در بیارید حرام خرج کنید، حلال در بیارید حرام خرج کنید، همش غلطه، حلال در آوردن حلال خرج کردن درست، در غیر این صورت هر چی بشه غلطه. وقتی آقا صاحب الزمان ظهور میفرمان 5 تا جمله میگه، الا یا اهل العالم انا الامام القائم، الا یا اهل العالم انا السمسام المنتقم، الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه اتشانا، الا یا اهل العالم ان جدی الحسین ترهوه عریانا، یا اهل العالم ان جدی الحسین سحقوه عدوانا. آقا صاحب الزمان خودش رو به امام حسین معرفی میکنه، یعنی چی؟ یعنی بدونید یکی از روشهای نزدیک کردن ظهور معرفی امام حسین به کل دنیاست. تابلوی حسین ابن علی میره بالا، همه حسین رو میشناسن. اینجاست که آقا صاحب الزمان عجل الله وقتی تشریف میارن میگه او حسین رو دیدی؟ من منتقمشم. شما این راهپیمای اربعین رو عادی نبینید، اصلا عادی نبینید، چون اصلا عادی نیست، هیچیش با قواعدی که ما ها دیدیم تو زندگی دور برمید اصلا، که انهو به یک بار جامعه ظهور دوباره شکل میگیره. تنها جاییه که ما بدونی که غذا برای خودمون برداریم، بدونی که حتی جایی رو پیشبینی کرده بشه را میفتیم میریم. خدا میگه تو این همه موجود من خلق کردم، شما تنها موجوداتی هستی که غذاتون رو با خودتون برمیدارید. اما شما میبینید تو راهپیمای اربعین میبینید پیاده را میفتن میرن، نه به آب فکر میکنه، نه به غذا فکر میکنه، نه به استراحتگاه فکر میکنه. آقا دیدی چجوری دیگه منت آدم میکشن، طرف گریه میکنه، عشق میریزه، میگه آقا نمیتونم غذا بخوام، ناراحت عشق میریزه. 17 میلیون نفر پیاده را میرن، تمام دنیا میگه اینا چی هن، اینا چی کار دارن، کجا میرن اینا؟ یعنی اینا میرن زیارت حسین ابن، این همه سختی میکشن، وارد کربلا میشن، از همون دور میگن صلی الله علیه یا ابا عبدالله، از همون جا برمیان ابد والله یا زهرا ما ننسى حسینا، این شعارشونه، کل دنیا مونده، میگن بابا اینا رو میخوان بکشن بازم نمیرن، مگه راستی حسین کیه؟ تمام شد. این سوالیه که او غربیه وقتی خودش میپرسه تمام دیگه میفته تو تله، لازم نیست، فقط کافیه بیاد ببینه حسین کیه. حرارتون فی قلوب، انجیل آیه داره میگه از نشانه های ظهور پسر انسان است که جمیع امت های زمین سینه زنی کنند. میگه از نشانه های پسر انسان، یعنی آقا صاحب زمان، چون خود مستر جیمز هاکس نویسنده کتاب مقدس میگه نزدیک 80 خورده بار پسر انسان تکرار شده تو کتاب ما،
فقط 30 تاش مسیحه، او 50 تای دیگر نمیدونیم کیه. در روایات داریم حضرت مهدی وقتی میاد تو کوفه 4 تا مسجد رو خراب میکنه، 4 تا مسجدی که خدا لعنت کنه، اشعث و جریر و سماک و شبس ابن ربعی به شکرانه شهادت امام حسین ساختن. چرا کربلا یک بار دیگه تکرار نشد؟ برای یه امام دیگه پیش نیومد؟ این سوال خیلی آسان، چون خدا دوست نداره حجتش پاره پاره بر زمین بیفته، به هیچ وجه دوست نداره. یک بار حجت تمام میکرد که امام زمان مسخره کردنی نیست، بهش بگی بیا نری میشه. دیدی اثبات شد؟ مثلا گره خورده است عاشورا. اصلا اینکه ما انتظار ظهور تو عاشورا داریم میدونین چی؟ دیدی امام حسین آقا صاحب زمان چی فهمون؟ ای حسین میبینم چجوری رکوعت، چجوری سجودت، چجوری، یعنی چی؟ یعنی من امام زمان امام حسین رو دارم میبینم. میدونید آیا در این شک دارید که امام زمان عاشورا رو عین اون اتفاقی که افتاده داره میبینه؟ جوری میبینه که احد الناس نمیتونه ببینه، عین واقعه رو داره میبینه. اینه که بدل دموع دما، این همینطور عشق میاد دیگه، نمیتونه سکوت کنه. فکر کرده درد امام حسین درد کشته شدن، درد بریده شدن رگها بود فقط. اگر این درد نبود پس امام زمان تمام اون درد رو داره میکشه. بر امام حسین چند عاشورا گذشت؟ ها؟ یه دونه. بر امام زمان چقدر گذشت؟ 1100 خورده. هر عاشورا امام زمان در کربلا بشه. چون امام زمان درک کامل از اون واقعه داره. هر عاشورا امام زمان علی اکبرش به میدان میره ارمان امامش. هر عاشورا پشت کمرش میشکنه به خاطر اینکه عباسش بود. هر عاشورا علی اصغر اون بچه به اون کوچیکی خیلی درد آوره. ما حجت ابن الحسن العسکری دارم میگم درک کامل از این داره. فلذا یک عاشورایی رو فرض بکنید که امام حسین میاد باز دوباره برای کشته شدن، این بار مردم کوفه میریزن میگن نمیذاریم اونا اونو بکشن. اونا 30,000 نفرن، این بار 300,000 نفر جمعیت میاد، اونا میترسن. بگید جنگ صورت نمیگیره، او همون عاشورای ظهوره. مگه نگفتیم ظهور تو روایت داره میز عاشوراست؟ سالی اتفاق میفته شیعه آماده میشه، دیگه عاشورا تکرار نمیشه. و هنوز که هنوز روی گنبد ابا عبدالله این پرچم سرخ دیده میشه، و در زبان عرب و در فرهنگ عرب وقتی بالا سر قبر کسی پرچم قرمز میزنن یعنی این که هنوز خونش رو زمینه. 1400 سال گذشته کماکان خون این امام بزرگ بر زمین ریخته شده است و هنوز انتقام او گرفته نشده. بالاخره او سار الله، کسی که خونخواهش خداست، ولی بتر الموتوره. دعای امام زمان سر صبح ببینی از خواب بیدار شد، هر کسی نه، اونایی که میتونه از خواب بزنن. یعنی چی؟ قشنگ داره ما میفهمم به زبان بی زبانی که باید از خواب غفلت بیدار شد تا با برسیم. صلوات الله علی و علی آبائه الطاهرین عن جميع المؤمنين والمؤمنات.